من علنه نظری مدیر شرکت پارکلینگ کپیل با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 4002 تماس بگیرید متشکرم دوستان عزیز درود های گرم رو بپذیرید الناتان باقستانی هستم در خدمت شما تا یک برنامه دیگه داشته باشیم پخش زنده از شبکه امید ایران و میریم داشته باشیم در واقع آخرین برنامه در سال 1991 خورشیدی و کم 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 بوی بهار داره میاد به نوروز نزدیک میشیم در کنار همسر عیزم نازنجان هستم خدا رو شکر منم سلام میگم درود میگم به تک شما عزیزان خدا رو شکر هر جا که هستین دعا میکنیم که سلامت و موفق باشین در هر امری پیروز باشین چون این از اراده خداوند خدا رو شکر برای سال جدیدی که در پیش رو داریم سال پیروزی آمین همچنان با پیروزی میریم جلو در حضور خداوند من دعا میکنم که همه بینندگان عزیز ما در هر جای دنیا که دارید ما رو میبینید میدونم بعضی از شما صبح زود پا دارید از اینترنت ما رو تماشا میکنید سالی موفق و پیروز رو براتون آرزو داریم و دعا میکنیم و میدونم که چیزهایی که اتفاق آخر خواهد افتاد برای کسایی که با خدا راه برن همه چی به خیریت خواهد کلام خدا اینو خب نوروز داره میاد ناز اینجا آره. آره. یک سال گذشت چقدر سری زمان چقدر سریع میگذره سری. شاید ما سنمون رفته بالای 20 سال سریعتر اینو متوجه میشیم کوچیک که بودیم نمیفهمیدیم گفتیم او چقدر طول کشید ولی واقعا سال خیلی جالبی بود سال 91 سالی بود که با فراز و نشیبای مختلفی پشت سر گذاشتیم روزهای خیلی خوبی رو داشتیم روزای خیلی تلخی رو داشتیم میدونم بیانگاه ما هم که دارن تماشا میکنن مخصم اونایی که در ایران هستن از سختی خیلی زیادی عبور کردن سال گذشته رو که دو سه روز دیگهش مونده چه زلزلایی که اتفاق افتاد چه به حال فشاری که بر ایرانیا قرار داره من دعا میکنم واقعا خداوند امسال بر ایران و ایرانی بر هر فارسی زبانی که داره در واقع روی زمین زندگی میکنه رحم کنه سالی پر از برکت و شادکامی و پیروزی و روز خوب رو پیش رو داشته باشن چون که خدا خاصش همینه خدا خاصش نیست که میدونید ما چند ساله که در کلیسا این تمرین داریم میکنیم نمیگیم خدا بد نده خدا اصلا بدی نمیده یعنی این اشتباهی به زبان فارسی تو زبان مردم افتاده میدونم فرنگان دیگه هم حتما چیزا دارن ولی خدا بد نده اصلا با کرکتر خدا جور در نمیادش دوستان عزیز همونطور که میبینید پایین صفحه تلویزیون شماره تلفن در واقع سازمان ایران برای مسیح هستش که نه فقط الان دوستان ما هست که جواب بدم بلکه در طول هفته این شماره تلفن در اختیار شما هست اگه احتیاج به مشورت دارید احتیاج به دعا دارید احتیاج دارید که با بنده صحبت کنید به کلیسا تشریف بیارید در خدمت شما هستیم تلفن شما جواب میدیم تلفن شما برای ما خیلی مهم هستن و برای تک تک تماسایی که ما گرفته میشه ارزش قائله. عزیزا میتونن طریق فیسبوک با ما در تماس باشن کافی بزنن باغستانی یا باغستانی بزنن در خیلی از شبکه‌های در واقع اجتماعی به قول ایرانی ها دیده میشیم و میتونم پیدا هم بکنم با خوشحال خدمت شما میکنیم بله این هم ایمیل ما هست وبسایت فارسی ما وبسایت انگلیسی ما و خوشحال میشیم که با شما بینندگان عزیز در تماس باشیم در این دو هفته که در یک ماه شد در شبکه جدید هستیم بیشتر عیزانی که با ما تماس گرفته از گلندل و بربنک بودن خیلی جالبه و من درود میفرستم به همه عیزان در هر جای دنیا که دارن نگاه میکنم و واقعا افتخار میکنیم که میتونیم از این طریق در خدمت شما باشیم اما نازه انجام وقتی که ما راجع به نوروز صحبت میکنیم من ترجیح میدم امروز راجع یک تازگی هم با هم نگه راجع به این قضیه این موضوع رو بررسی کنیم از کلام خدا وقتی که در واقع صحبت از نوروز میشه غیر ممکنه که مردم فکر چیزای نو نیافتن تازگی نیافتن از هوای تازه گرفته از لباس نو گرفته تو آمریکا که نمیشه خونه تک کنی کنید یا مثلا فرش رو تو خیابون بشورید اینجا مشکل پیدا میکنید ولی میدونم که تو فرهنگ زیبای فارسی ما اقلا این موضوع خیلی قشنگه که در واقع مردم دنبال یک تازگی میگردن و یادم میاد که در ایران آدمایی هم بودن که در چنین روزایی حتی خونه رو رنگ میکردن داخلشو شما این کارو کرده بودید هیچ وقت رنگ می زنید؟ آره آها اه. خونه رنگ نه که خونه رو تک بدید ای اینجا نه در ایران نه من در ایران آه. من آه. حاضرم باره باره. این هفته تا دو روز عید مونده خونه شما رو رنگ کنم جدی آره. حاضری؟ شما هر رنگی خب لایف زنده لایف زنده <laughs> اینو اعتراف کرد مردم میدونن من دروغ نمیگم هیچ وقت چرا نه خدا رو شکر چرا نه دروغ نمیگم <laughs> نه یعنی چرا نه رنگ, رنگ بزنید بقید. خدا رو شکر خوشحالی خونه رو تمیز کنید <laughs> هاللویا بله شما <laughs> که همیشه دارید این کارو میکنید زحمت میکشید ولی واقعا حقیقتا یک چیز خیلی خوبی که وجود داره البته تو آمریکا داستان یه جوری که مردم همیشه این کار کارو انجام میدن سالیه یه بار نمیکنن ولی در همین عید کریسمس و اینها هم باز از این چیزا در مناظر مردم دیده زیاده میشه زیاده تو امریکایی هم زیاده سپرینگ کلینینگ معروفه تبلیغاتش هم میاد که اینو بخرید اونو بخرید برای سپرینگ کلینینگ آره دیگه تبلیغاته. آره ولی من یادم کچی که بودم خب وقتی پدر نشتم چند وقتی پیش پدر بزرگم زندگی میکردم ایشون منو میبرد برای که لباس جدید بگیریم من بچه بودم کچه پوشیدم الان فقط به خاطر احترام مردم کچه پوشم دوست ندارم کچه ولی یادم همیشه وقتی میرفتیم خیاتی اینجا خیاتی زیاد نیستش وقتی میرفتیم خیاطی لباس بدوزیم یه سایز بزرگتر میدوختن کفشم یه سایز بزرگتر میگرفتن که یه سال دیگه داشته باشه بعد به حال داستان اینطوری بودش ولی میدونم که خیلی خاطرات زیبایی این چنینی حتی بهتر از این در بین ایرانی هست. خیلی از مردم میدونم که این روزها آماده میشن برن برای سفر و غیره و زالک امیدوارم که ما هم که در غربت هستیم با اینکه کشور خوبی هست اینجا زندگی میکنیم و در هر جای دیگه هستیم بتونیم همچین خاطرات رو برای خودم درست کنیم روز گذشته ما به فستیوال در واقع کودکان ایرانی که اینجا به دنیا آمدن رفتیم در شهر هالیوود خانم سالارپور و تیمی که اونجا کار میکردن وقتی خیلی جالب بود من معمولا جو جا زیاد نرفتم به خاطر موقعیت خدمتی و کاری که دارم ولی به نظرم جالب بود ایرانی زیادی میدم با روسری بدون روسری سن کوچیک سن بزرگ بچه ها و غیره و زالک و به نظرم خوب بود به وقت خوبی بود من فکر میکردم شاید برای بچه های ما جالب باشه جو چیزا رو ببینن خلاصا امو, هر... امو نوروز و حاجی فیروز و همه اومدن واقعا کار سختیه یعنی در این 300 400 نفری که شاید بودم یا بیشتر یا کمتر به نظر من خیلی کار سخته چون از نظر امنیتی از نظر اجتماعی بعد یه چیزی درست کنه که هم بچههایی که اینجا به دنیا اومدن خوششون بیاد هم بزرگترایی که تازه از ایران اومدن و به نظرم کار خوبی کردن و پذیرایی خیلی خوب بود درود بفرستم به خانم سالارپور و همسرشون امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشه اگر تماشا میکنید و سایر عیزا ولی برگردیم به اصل مطلبی که صحبت کرد من میخوام صحبت رو با یک آیه شروع کنم من این پیغام و در کلیسای اینترنتی دادم ولی دوربین من صدا رو زب نکرد گفتم با یه تیر دوتا نشون بزنیم هم راجبه مطلب صحبت کنیم که خیلی شاید طریق تلویزیون همین که این موضوع هم زب بشه و برای آرشیو ما بمونه و این مطلب و دوستان عزیز اگر کتاب مقدس دارید باز کنید در کتاب دوم قرنتیان فصل 5 آیه هفته اینجا پولس رسول ببینیم که در واقع آیه رو میگه که بی مناسبت نیست که از این نکته استفاده کنیم و راجع مطلبی که در واقع در نظر داریم راجبش کمی بررسی بکنیم پولس رسول میگه اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است از این نوع آیات در کتاب مقدس بسیار فراوونن، خدا خدای کتاب مقدس که ما راجبش داریم صحبت میکنیم و دیدگاه کتاب مقدس خدای هستش که تازگی رو دوست داره میدونید کتاب مقدس همیشه راجب تازگی راجب چیزهای نو صحبت میکنه و این همین چیزی که در فرهنگ ما الان هست نوروز روز قشنگیه اسم قشنگیه برای چند روزی که هر سال ما جشن میگیریم خداوند راجع به تازگی صحبت میکنه که در مسیح یافت میشه همونطور که صحبت کردیم چه در کلیسا چه در کلیسا اینترنتیمون ابتدای دریافت این تازگی با وارد شدن در مسیح که صورت میگیره. آمین ما باید در مسیح باشیم. این کلیدشه. این مهم. کلید تازگیه. این کلید نو شدنه. مهم. خب و اول آیه همینو میگه. میگه اگه کسی در مسی باشه، اگه مهم. کسی در مسی باشه. مهم. در مسی ببینید اونجایی که مسی میگه من تاک هستم. شما درخت تاکا میشناسید. ترانک نداره. که شاخه داشته باشه همش شاخه است خب و عیسی مسیح میگه من تاک هستم امه. پس همه شاخه ها در مسیح هستند خب یعنی ما مسیح داره میگه شما من هستید امه. من هستم امه. و خیلی مهمه که هر کسی که ایمان میاره وارد خانواده الهی میشه وارد اون تاک میشه وارد کلیسای خداوند بدن عیسی مسیح امه. میشه و چون ما در مسیح هستیم همه این برکات شامل ما میشه امه. چون در یعنی زیر پوشش مسیح ما پوشیده شدیم ما فراموش ما مخفی شدیم دنبال کلمه درست میگردم امم. که ما در مسیح یافت میشیم درسته و چون در مسیح هستیم کلید اینجاست این اهمیت داره در مسیح بودن چون در مسیح هستیم خلقت تازه هستیم متم... کهنه ها درگذشت همه چیز نوع همه چیز تازه است و این خواست خداست اراده خدا برای شما و من اینه که در مسیح باشیم تا اینکه کهنه ها چیزهایی که کهنه است چیزهایی که از بین رفته است چیزهایی که متعفن پوسیده شده هیچ ارزش نداره دیدین چیزهای کهنه را آدم دوست داره بندازه دور پاره شده و نمیخواد خدا نمیخواد که وصله کنه این چیزها رو خدا میخواد یه چیز نو اصلا بیافرینه متحول کنه همه چیزو اه 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 و ماها رو نو بساز خب ببین وقتی راجع به کهنگی صحبت میکنید که قسمت دوم این آیه هستش در واقع کتاب مقدس رو اشاره میکنه به چیزهایی که قبل از ایمان آوردن به مسیح پس من این نکته شما رو میپسندم که گفتید کلام خداست که ابتدای وارد آرامی خدا استراحت خدا شدن و دریافت چیزای نو این هستش که یک انسان عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودش پذیره وقتی ما راجع به این مطلب صحبت میکنیم اشاره به این کنیم که افراد بعد از مذهبشون بیان بیرون چون مذهبشون به درد نمیخوره یا مثلا حالا برن یه لباس جدید بپوشن کلن مذهب به ما داده نشده کلا مذهب به, در... به درد, نمیخوره یعنی اینکه مذهب اراده خدا رو نمیتونه در ما انجام بده فقط نشون میده فقط نشون میده چیزی که ما قدرت اجرایی نداره ببینید وقتی ما کتاب های مذهبی داریم مثل این کتاب مقدس که البته در عهد جدید به طور خاص خداوند مکاشفه خود رو نشون میده ما فقط یک سری فرامین بکن نکن ها رو داریم خدا برای اولین بار خودش رو توسط حضرت موسی به ما نشون میده در چیزی که ما بهش میگیم ده فرمان یا تورات که بسیار عالی است و شما اگه اغلب مذاهب رو نگاه کنید که مثلا تو ایران بهش میگن مذاهب توهیدی یا مثلا به یک خدا اعتقاد دارن نه مثل هندوستان که هر کی خداست برای خودش یادم یه بار هندوستانشیم را میرفتیم میرفتیم جایی من شما و بعد دیدیم یک عکسی رو گذاشتن و مردم دارن عبادت میگن چی گفتن این آقای هنرپیشه ای بوده حالا مرده الان خدا شده <applause> و مردم سالگردش که میشه میرن براش مراسم مذهبه اون مذاهبی که به خدا یکتا اعتقاد دارن اگر نگاه کنید فاندیشن اونو از تورات گرفته شده قد نکن زنا نکن دزدی نکن چیزی که خدا گفت حالا بعد از اون مردم اومدن یا افراد مختلف اومدن چیزایی رو تحت عنوان خدا و مذهب نشون میدن به مردم ارائه میدن هیچ کدوم بحثی که خداوند در تورات برای ما داره ادعا نمیکنه که ما از طریق مثلا در تورات از طریق ده فرمان و انجام دادن ده فرمان ما میتونیم نجات پیدا بکنیم ببین در ده فرمان یا در مذهب اینجوری بگیم خدا خودش رو به ما نشون میده خدا نیکویی رو به ما نشون میده ولی همونطور که شما گفتید به تنهایی قدرت نداره که به ما کمک بکنه که ما بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم چرا چون ما در مسیح نیستیم چرا باید افراد در مسیح قرار بگیرن به خاطر که تنها توسط مسیح که ما میتونیم به حضور خدا راه پیدا بکنیم کتاب مقدس میگه عیسی مسیح انسان شد جس پوشید مثل من و شما شد روی صلیب برای گناهان ما مرد تا اینکه اون مانعی که بین ما و خدا بود رو برداره و اون مانع چی بود گناه بودش خدا توسط عیسی مسیح مانع رو برداشت حالا وقتی ما عیسی مسیح رو میپذیریم به عنوان کسی که برای ما کفاری گناه شده ده و گناهامون بخشیده میشه ما میتونیم به حضور خدا رفت آمد بکنیم ما میتونیم با خدا مثل دو نفر دوستانه ارتباط داشته باشیم چیزی که در در واقع شخصیت عیسی مسیح میبینیم عیسی مسیح میگه پدر مثلا این شخص گناهش رو یسای مسیح میگه پدر این مرده چند روزه رو زندهش کن دستور میده حتی دعا, دعا میکنه چرا؟ چون او تنها شخصی بوده تا حالا روی زمین که بدون گناه بوده میدونید شما اگه نگاه بکنید هر عزیزی رو که یا هر شخصی رو که اومده و ادعای مذهبی بودن کرده و یک مذهبی رو آورده نگاه کنید در یک بره از زمان زعفاری درش رو میبینید امه. قشنگی کتاب مقدس اینه که هیچ کدوم از انبیا و شاگردان مسیح رو به عنوان یک شخص معصوم نشون نمیده اون چی که هستن نشون میده افراد نمیتونن معصوم باشن مهم. ما گاهی وقتا به خاطر در واقع دل خودمونه به خاطر تعلیمات اشتباه هر چی که هست میگیم اینا معصومن اونا معصومن مثلا بچه معصومه من دیدم بچه‌ای که خب از این نظر معصوم برای که اون چیزای اخلاقی اجتماعی هنوز یاد نگرفتن ولی میبینی در بچه که در ذات بچه که چگونه چه، چه گناهکار هستش بچه ای که شاید مثلا بهش میگی تو فلان چیزو داری حالا اینجوری قایم کرده میگه نه ندارم هیچ کس بهش دروغ یاد نده تو ذات اون بچه میتونه باشه در رتیجه اولین قدم برای تازگی این نیست که من فقط خونم رو عوض کنم شهرم رو عوض کنم کشورم رو عوض کنم نمیدونم دیرم رو عوض کنم از این دین به اون دین رفتن دردی رو دوا نمیکنه حالا یه خود کلمات قشنگتر اینا دارن کلمات چیزتر اونا دارن یا مثلا مثلا ما نگاه میکنیم میگه فلان مذهب بیشتر آدم میکشه یا مثلا خیلی تروریست هستن خیلی اونطور هستن ولی فلان مذهب اینو نداره مشکل انسان مذهب نیست. مذهب نیست. مشکل خودشه من. که باید از گناه آزاد باشه و زمان این شخص میتونه آزاد بشه از گناه و به حضور خدا بره که بتونه تمام این کامیابی تمام این موفقیت و تازگی رو لمس کنه اینه که از طریق مسیح به حضور خدا راه بده یادتونه که عیسی مسیح رفت بالای کوه با شاگردانش پتروس و یعقوب و یوحنا این ستا رو برد بالای کوه و اونجا با موسی و ایلیا ملاقات کرد درسته. درسته و چی شد خدای پدر گفتش که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم موسا نماینده شریعت بود بله. ایلیا نماینده پیامبران انبیا بود ولی خدای پدر تاکید کرد گفت من نمیخوام که شما برگردید تو شریعت درسته. نمیخوام شما برگردید به انبیا نگاه کنید این از پسر حبیب من یعنی ایسا رو بلند کرد اونجا و گفتش که اینها نه اینکه درگذشت از بین نرفته بلکه اینها تکمیل شده در عیسی مسیح عیسی مسیح هم شریعت مجسم شده بود هم انبیای کامل بود یعنی عیسی مسیح نبی بود نه فقط پیام آورد بلکه خودش پیام بود اون پیام بود نگفت بیاید من راه نشون بدم گفت من راه هستم درسته پس اینجا خدای پدرم میبینیم که اینو تایید میکنه که این از پسر, پسر حبیب, من از او خوش ببین مطلب همینه مطلب اینجاست که کلام خدا میخواد ما با ایمان آور... به ما نشون میده که با ایمان آوردن به پسر خدا به عیسی مسیح که وقتی میگیم پسر خدا اشاره به اون ذات الهی میکنیم که حالا جس پوشیده وگرنه خدا نه زاید، نه زایده میشه ما اینو میدونیم از راجب به اینجور چیزا صحبت نمیکنیم اینا بهانه اشتباهیه که گاهی وقتا مردم میگیرن ایراده اشتباه وقتی که میگیم پسر خدا یعنی اون خ خب و دال و الفی که حالا به فارسی انگلیسی چیزیه میشه که ما بهش دسترسی نداریم میتونیم لمسش کنیم نمیتونیم ببینیمش چرا چون ما گناهکاریم ما نمیتونیم خدا رو ببینیم حالا خدای مجسم شده که بهش میگیم پسر خدا عیسی مسیح در واقع به دنیای ما اومد تا پلی بشه که ما بتونیم این تازگی رو لمس کنیم و تازگی فقط در خداست من عده زیادی رو میبینم در این 17 18 سالی که خارج از کشور هستیم عده زیادی میبینم که از چه جایی عبور کردن از صفر شاید بگیم به عنوان یه پناهنده اومدن و الان زندگی مرفعی دارن زندگی خوبی دارن امکانات خیلی خوبی دارن خیلی چیزا که شاید نمیتونستن در ایران داشته باشن یا در جایی که پناهنده بودن نداشته حالا اینجا دارن ولی اون تازگی رو لمس نمیکنن میدونید از تازگی صحبت میکنن شاید به عنوان کارشناس شاید به عنوان یک شخصی که در واقع اطلاعاتی داره تجربیاتی داره ولی اگه بری به زندگی خود اون فرد نگاه کنه میبینه که خودش دنبال یک تازگیه میگن بودا یک شاهزاده هندی بودش ایشون دنبال گشت تمام دنیا رو تا بتونه آرامش رو پیدا بکنه حالا مردم میرن پیش بودا میگن ما آرامش بده دنبال آرامش میگشت و خیلی افرادی که در طول تاریخ وجود داشتن که در واقع افراد افرادی بودن که عرفانی رو آوردن منطقی رو آوردن و چیزایی خود اینا دنبال تازگی میگشتن حالا یکی میاد میگه من تازگی رو میتونم توسط یوگا به دست بیارم یکی دیگه میاد ادعا میکنه که من میتونم تازگی رو نمیدونم توسط چیزای دیگه به وجود بیارم ولی تازگی فقط در خداست چون خداست که کلام خدا میگه دیروز امروز تبدال یکی یکیه عوض نمیشه آدما میرن و میان آدمایی که ادعا میکردن در همین مملکت سالا پیش شخص به نام دیوید کورش اومد و ایشون ادعا کرد که من مسیحی هستم من نجات دهنده هستم حالا یه چند تام زن داشت یه دونم نداشتش و یه دیر رو دور خودش جمع کرد اسلحه و فلان و بیسان در زمان آقای کلینتون و که رئیس جمهور بودن ایشون گفتش که من نجات دهنده هستم در نهایت می‌دونیم که نه فقط خودشو نتونست نجات بده چه برسه به دیگران که بخواد نجات بده پس این تازگی در انسان نیست در نوشته نیستش نوشته ها خیلی خوبه من هیچ مشکل ندارم که مذهب مثل زرتشت میاد میگه پندار نیک کردار گفتار خیلی قشنگه ولی چطور این تازگی و این نیک بودن این خوب بودن رو میشه در انسان در واقع دید زمانی که حرف باشه، یک عمل باشه. بله. درسته؟ این در مسیح اتفاق میفته. این می خیلی حرف قشنگی. زیبا. ولی از این حرف، از این جمله قشنگ، اینو چجوری تبدیل کنیم به عمل؟ امه. این فقط روح القدس میتونه به ما قدرت بده. امه. قوت بده. <تصفح> اجازه بده که ما بتونیم این کارو بکنیم. قدم اول در مسیح قرار گرفتن. ببینید اگه من حتی مسیحی هم به دنیا میام، مادرم مسیح بوده پدرم مسیحی بوده حتی اگه تولد تازه دارم من باید در مسیح قرار بگیرم درسته من طریق پدر مادر مسیحی به دنیا آمدم ولی دلیل نمیشه که من در مسیح باشم این در مسیح بودن یک قدمیه که شخص باید در یک بره از زمان تو زندگیش برداره که در پی اون ما میگیم طرف تازه تازه پیدا کرد وارد خانواده خدا شد در نتیجه قدم اولین حالا من چند لحظه اگر راجبی این موضوع چیزی نمیخواد اضافه کنید با ایمانداران مسیحی صحبت کنم که چون میدونم که افراد مختلفی دارن برای ما رو تماشا میکنن این شروع در واقع زندگی مسیحی و تجربه تازگی هستش که توسط ورود به زندگی مسیحی توسط مسیح اتفاق میفته اما این باید ادامه پیدا کنه من میبینم گاهی وقتا کسایی که مسیحی هستن اما این تر و تازگی رو ندارن یا به اون شکل که روز اول داشتن دیگه ندارن احساس پجمردگی میکنن احساس خستگی میکنن احساس میکنن که شاید مشکلات روشون وجود داره آیا اشکال از خداست هرگز چون میگه اگر کسی در مسیح باشد همه چی تازه است پس مشکل از خدا نیستش پس چطور میشه که یک شخصی که حالا به مسیح ایمان آورده قص تعمید آب گرفته و حالا به کلیسا میره اون تازگی رو نداره اون اون شادابی مسیح نداره من میخوام به سه نکته اشاره کنم که در جلسه هم اشاره کردم نکته اول اینه که این تازگی رو باید نگه داشت شما بارها میبینید که یک عزیزی یک گلدون خیلی زیبا میاره یک نهال زیبا میاره و آدم وقتی نگاه میکنه چقدر قشنگه شاید 200 دلار 100 دلار 50 دلار قیمتشه اما این کافی نیست حالا بعد اون شخصی که این هدیه رو دریافت کرد یا خریده باید مواظبت کنه ازش آب بهش چیزی که منو شما توش ضعیفیم هر گیاهی خونه ما میاد چند وقت بعد میمیره باید آفتابش مناسب باشه بعد نگهداری نگه خوب بشه زندگی مسی زیباس اما این باید خوب نگهداری بشه و اون سهم ماست البته روح القدس ما رو کمک میکنه روی خدای زنده و این در واقع سهم ما ابتدا رابطه ما با خدا است که از طریق کتاب, خاند... کتاب مقدس و خواندن اون و انجام اون دوم دعا کرده و سوم به کلیسا رفتن اتفاق میفته کلیسا از هم ساختمون نیستش شاید تو ایران عیزان ما از این موضوع محرومن چون ما مرتب میبینیم کلیسا رو میبندن مردم به خانه... جلسات خانگی میرن اونها رو دستگیر میکنن بعد اونها رو پلم میکنن چون امکان ندارن برن ساختمون کلیسا تو خونه جمع میشن کلیسا میتونه هر جا باشه ما هفته پیش در پارک پیکنیک داشتیم که اومدیم خدمت عیزان ولی اونجا کلیسا بود وایزی موزه کردن ما سرود خواندیم دعا کردیم غذا خوردیم با هم خوش گذشت به ما پس وسط بودن به کلیسا این سه تا فاکتور خیلی مونه من تعجب میکنم چطور یک ایماندار مسیحی میتونه مدتا ها نره نمیتونی بنده دو روز در هفته کممه احساس میکنم هر روز میخوام در کلیسا باشم مثل اون کلیسایی که نزدیک خونه ماست هر روز جلسه دارن و آره اینه که پس قدم اول برای که در مسی باقی بمونی و اون شادابی مثل اون نهال در ما باشه رابطه ما با خدا است اگر روزه بگیریم چه بهتر این اتفاق میتونه بیفته قدم بعدی برای که در مسی باشی در واقع خدمت کردن هستش اون چیزی که کلام خدا میگه از که دارید ما رو میبینید و ایماندار هستید ما خوانده شدیم خدمت کنیم عیسی مسیح میگه دادن از گرفتن فرخنده تره او بهترین خودش رو داد او نه فقط آمد به دنیای ما به عنوان نجات دهنده و خدا بلکه جان خودش داد که چی ما رو به دست بیاره در هر بخشیدن این یک دریافتی وجود داره اگر من محبت میدم محبت ها دریافت میکنم عیسی مسیح گفت اگر یک بذری یک تخمی کشته نشه توی خاک یعنی کاشته نشه و نمیره نمیتونه سمر بده هر میوه رو که شما درو میکنید هر گندم و جوی رو که درو میکنید بنیاد اون دف شدن در واقع اون بذر هستش به همین اگر اگه میخوایم در مسیح باشیم باید دل خدمت کردن داشته باشیم حالا خدمت کردن صرفا موعظه نیستش موعظه کردن یک خاندگی هستش که خدا به یک شخص میده جلوی تلویزیون قرار گرفتن شاید یک خاندگی که خدا به یک کسی میگه یا استعدادی داره نمیدونم سرود داره کردن چیزی که من ندارم زیاد وارد نیستم یک هدیه ای که خدای استعداد یک کسی داره میتونه خدمات مختلف باشه ایسای مسیح گفت اگر یکی از شما یه لیوان آب به یکی از این شاگردان من بده همون پاداش رو دریافت میکنه پس دو تا چیزی که ما در مسیح میتونه ما رو شاداب داره و ما به عنوان یک مسیحی در مسیح باشیم یکی رابطه شخصی ما با خود است دوم خدمت کردن است که چقدر احتیاجه من چه روز پیش فکر میکردم که چقدر حساد فراوونه همه جا هست عزیزانی که در ایران هستن و در خارج از آمریکا و اینا چقدر تشنه این موضوع هستن گاهی وقتا ما در کلیساهایی که در آمریکا هستیم چندین شبان و چندین کلیسا داریم خب نهایتا میریم کلیسا آمریکایی یا تلویزیون مسیحی آمریکایی هستش انگلیسی اینجا منابع زیاده زیاده ولی عزیزانی که اون ور آب ها هستن نقصا در ایران همچین میخوان افرادی رو که حسن. تشنه میخوان بگیرن تو آره. رو خدا ورده ان خواهر نازنین این کارو بکنید ما میخوایم ما میخوایم چون نمیبینن اینها رو ندارن آه. من یادمه که امسال که تابستون رفتیم ترکیه داشتیم میرفتیم یک جزیره با عزیزان استراحت کنیم برگردیم بریم آه. یک دوری بزنیم غذای بخوریم چند تا ایرانی کنار من نشستم یکی از دوستای من که اونجا زندگی میکنه ما رو معرفی میکردیم از آمریکا آمده اینا این آقا کشیشه خانمه پا دختر جوانی بود چون کشیشی من تو عمرم کشیش نیدم گفتم الان چه احساسی دارید من فرق نمی کنم با شما منم آدم هم و غیر و زاله یعنی که پس خدمت کردن چیزیست که خدا میخواد و سومین اصلی که ما را در مسیح قرار میده بشارت دادنه پیغام انجیر رو به دیگران رسوندن آخر جمله که عیسی مسیح گفت آخرین بیانیه که داد این بود که برید به همه جا انجیل رو بگید مم. پس اگر مسیحیان در ایران دارن این کارو میکنن در افغانستان در تاجیکستان در هر جای دنیا ما میرم میگه مبشر میسیونر میرن این ور, ور و انجیل رو موعظه میکنن به گوش مردم میرسونن به خاطر که جزء اصول در واقع خدمات و در واقع اصول ایمانی ما هستش که مسیح از ما خواسته این کارو بکنه امروز مسیح جسم رو زمین نیست ما هستیم که او را به این طرف و اون طرف بریم در نتیجه این تا فاکتور رو باید ایماندارا انجام بدن تا در تازگی باشن آمین آمین و خواست خدا اینه خدا میخواد که ما در تازگی و در نو بودن زندگی کنیم بله. و ترقی کنیم هر روز نوتر بشه بله ایسای مسیح گفتش که سرودی تازه برای من بسرد مثل آید. من که دوست دارم یه پرش خوشگل نو بگیرم بله هر سال ماشین عوض کنیم من <laughs> سال اول لکسس <laughs> خواستم سال دوم یه بی ام دبلیو 751 که ای حالا یه پرش هم بدید با راضی آره تو ایران تو ایران همه پرش ایدیز. دارم تو ایران همه پرش دارم ما اینجا نمیتونیم پیکان <laughs> شکر واقعا خداوند میخواد که ما در تازگی زندگی کنیم. ولی صحبت از بشارت کردید من یه چیزی اضافه کنم تو بشارت. این کلام خیلی زیباست. این کلام... اراده خداست و ما باید این کلام رو معایزه کنیم این کلام رو باید بشارت بدیم چون این خبر خوشه اگه شما این چیلو ندارید واقعا تشکر میکنم خیلی دوستان هفته پیش تماس گرفتن سیدی خواستن کتاب مقدس خواستن اگه دوست دارین کتاب مقدس ندارین با ما تماس بگیرین ما براتون میفرستیم با یه مبلغ کوچیکی. ولی این کلام من اگه این فقط بیام اینجا بشینم و این کلام رو اینجا بذارم سکوت کنم شما بشارت رو نمیشنوید ما صدای کلام خدا هستیم ما اون صدا هستیم ببینید تو رومیان ده وقتی میگه که ایمان از و شنیدن از کلام خدا قبلش میگه که, که را بفرستم که میره برای من کلام و موعظه کنه اه. ما صدای کتاب مقدس هستیم بره. صدای انجین هستیم ما هستیم که میتونیم اینو اعلام کنیم بریم به دیگران درسته. بگیم این خبر خوشه و خداوند ماها رو انتخاب کرده باید بریم بشارت بدیم و وقتی بشارت میدیم اول در خود ما در وجود ما کار میکنه این بشارت بله. ما رو به وجد میاره چون در بستی قرار میگیره چون این تازگی رو ما نیز احساس امه. میکنیم وقتی که اعلامش میکنیم درسته. و همونطور که گفتید این مسیحه ایسای مسیح کلمه است که جسم پوشید درسته. و خدا میخواد که ما این کلمه رو عیسی مسیح به دیگران اعلام کنیم تا در مسیح باشیم اگر ایسای مسیح امروز جسمن مثل من و شما روی زمین زندگی میکرد دقیقا این تا کاری که گفتم انجام میداد ایسای مسیح گفت من اومدم که شکست دلان رو بشارت بدم من اومدم انجیل رو موزه انجیل یعنی چی؟ این خبر خوش خبر خوش چیه؟ خبر خوش این نیست که تو مذهبت به درد نمیخوره حالا بیا این مذهب بگیر حالا اونا اینجوری بودن حالا اینجوری هستن خبر خوش اینه که مسیح اون راهی رو که منتهی میشه به خدا برای ما باز کرده چون خود اون راه هستش مم. از طریق مسیح هستش که ما میتونیم به خدا برسیم مم. از طریق فلان شخص خوب تاریخی ما نمیتونیم نزد خدا بریم چون خود اونها مشخص است که کجا رفتن یعنی هیچ کدومشون ادعا نکردن که من از این دنیا میرم مثلا همین الان میرم پیش خدا در, در فرنگ فارسی که از عربی متاسفانه یا خوشبختانه اومده میگیم انشالله شاید من برم پیش خدا اصلا یه انشالله همیشه است اگر خدا بخواد عیسی مسیح میگه از طریق من شما همین الان ارتباط با خدا دارید اگر در من قرار بگیرید مهم. پس در نتیجه چیزی که میخوام بگم عیسی مسیح اگه روی زمین بود بیشترین وقتش رو رو بشارت میذاشت خدمت کردن مردم برای مریضا دعا کردن مردارو رو زنده کردن اون چیزی که بعد کلیسا امروز انجام بده گاهی وقتا ما میکنیم کلیسا اینه که ما بعد یه کنسرت بدیم کلیسا اینه که خوبه منم دوست دارم ما ما هم با امید خدا به این کارو میکنیم با کلیسا سفر مسیح و برادرامون دوستامون به زودی خبرشو میدیم و چیزای شبیه این ولی عیسی مسیح نگفت کلیسا بازی کنید همه اینا از تنها چیزی که باقی میمونه اینه که ما چگونه یک شاهد امین برای خدا بودیم اما نه انجام ما داریم به عید نوروز نزدیک میشیم یکی از چیزی دیگه که من میخوام راجع به تازگی صحبت کنم که کتاب مقدس به ما نشون میده در کتاب رومیان فصل دوازده است رساله مم. به رومیان شهر روم که در آنجا کلیسای بود پولس رسول دوباره اینجا به ما تعلیم میده میگه که ای برادران ای خواهران شما را به رحمت خدا استدعا می که بدن خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذارید که عبادت معقول شماست و هم این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما خوب گوش کنید ایزا تا شما دریافت کنید که اراده پسندیده نیکوی پسندیده کامل خدا چیه منی که دنبال تازگی تو زندگی میگردم چه مسیح هستم چه مسیح نیستم منی که دنبال یک زندگی نوع میگردم خسته شدم از این وضعیتی که دارم من امروز صبح تو فیسبوک هم دیدم یه عزیزی نوشته بود آه خسته شدم از این زندگی کاش که مسیح هم امشب برگرده خب خیلی شاید واقعا این روحیه و احساسات دارن علل خصوص مردم در داخل ایران و از که پناهنده هستن حالا اینه که اومدن به سرزمین معود خودشون هر جایی که از کانادا آمریکا هر جایی که هست باز اقلا تکلیفشون مشخصه تا یه حدی ولی مطلب اینجاست اگر ما میخوایم اون تازگی رو دریافت کنیم در این دنیا پیدا نمیشه دنیا چیز جدیدی نداره فقط لباس ها عوض شده. قبلا کروات نبود، حالا کروات هست. از این مدل قشنگشم که یکی از دوستان من در دوبه به من هدیه کرده یا چیزهای شبیه. قبلا پیکان بود، حالا دیدم پورش اومده. و این ماشین و فوتبال همیشه باید باشه و غذا. همیشه فوتبال باید فوتب... مثال در مثال باید این گفته بشه. ولی این تازگی فقط زمان اتفاق میفته که ما اجازه میدیم که خدا ذهن ما رو تازه کنه. ما. اون طرز تفکرمون تفکر. اون دیدگاه ما رو نسبت به مسائل اون اگه عوض بشه همه چیز هم میشه چون آنچه که ما فکر میکنیم ما اون رو انجام میدیم و وقتی انجام میدیم یه عادت میشه امه. و میشه جز شخصیت ما امه. پس خیلی مهمه که ذهنمون چ... به چه چی چیزی فکر میکنیم تا روز دیدگاه ما نسبت به مسائل چیه ما همونیم هر هم... چی که فکر می کنی اگه من صبح تا شب صبح تا شب صبح تا شب تو فکر اینم که یه نفر رو بکشم مگ بریم مگ برو من اون هستم من یه قاتل هستم هستم و انجام میدی در انجام می آره. این فقط یه فکر باشه امه. چون پندار نیک گفتار نیک و همدر... همراه داره میدونی کردار نیک و همراه داره نتیجه اون پندار نیکه میدونی و این پندار این فکرتون دست خودتونه شما نمیتونید بگید اینو دیگه نمیتونید اینجا، گردن میگه شما این کارو بکن نمیگه خدا برای شما این کارو میکنه و در اولش گفت گفت از شما استدعا میکنم یعنی به میکنم که خودتون رو قربانی کنید یعنی یه چیزی که شما باید تلاش کنید این به خود به خود نمیشه میگه استدعا میکنم که قربانی کنید درسته. بدنهای خودتون رو یعنی چی؟ یعنی اینکه اون نفستون رو اون امیال, انسانید. امیال و خواسته های نفسانیتون رو شما قربانی کنید برای خداوند شما میتونید مثل الناتان که میخواد یک ماه فقط سوپ بخوره شما میتونید من داشتم فکر میکنم گفتم نگم مثال نزنم <تصفح> حالا امروز که سخت بود امروز مثل مثل روزه که میگیریم چهر روز سی روز روز اول واقعا زج بود امروز عزیزان ما عدسی خوردیم با سالاد. حالا میخوام یه ماه رو اینطوری چیز درست هم سر این شما میخواید چیز کنیم با این همه شیرینی حالا شب عید شما ماهی و اینا رو درست کنیم این سرم که میاد شما میخواید صبحانه حالا این استثناء دیگه روزه که نیستش که فقط یه رژیم موقتیه ولی من چرا لو ولی ولی مطلب اینجاست که اینا خانواده ما اصلا یه چند میلیون بیشتر ریزن پشت دوربین ولی حقیقت واقعا همینه ببین همه همین چی با فکر شروع میشه اگه ببین اح... خوب گفتیم مثال خوبیه اگه حس من بگه من میخوام لاغر بشم فرض چیزی که خیلی دارن قصه میخوره آی کاش که من همه لاغر میخوام بشم شب آره اگر حس من بخواد لاغر بشه ولی فکر من نخواد اتفاق نمیفته ببینید فرق مسیح که فیزه با مذهب در همینه باز دوباره من رفتم سراغ مذهب مذهب میگه اگه شما این کار نکنی بعد این تنبیه رو بشی اوکی؟ و چقدر تنبیهات مختلف در کشورهایی که مذهب برشون حاکمه وجود داره به شکلهای مختلف ولی اون چیزی که در مسیح هست در فیض خدا هست اینه که خدا میدونه که ما قادر نیستیم به تنها این کار رو انجام بدیم همه میدونن که سیگار کشیدن چیز بدیه ولی چند نفر برایش پیروزن همه, همه میدونن که طمع ف... داشتن به در واقع چیزی که مردم دیگه دارن مال خودشونه چیز بدیه ولی در این حال خیلی تمکار هستن چه چیزی باعث میشه که این تازگی در من به وجود بیاد که من بتونم غلبه داشته پیدا بکنم بر اون احساسات نفسانی که در اطراف من هستش تنها با تازگی ذهنی که خدا ما میده برای همین که ما تو کلیسا چوب بر نمیداریم بگیم اگه کسی مثلا فرض کنید این کارو نمیکنه بعد چوبش بزنیم اگه اون شخص این کارو میکنه بعد چوبش بزنیم چون با چوب زدن کار نمیکنه شاید اشتباه رو تاریخ کلیسا هم در گذشته کرده وقتی کلیسا حاکم بود بر مردم دنیا اشتباه کرده اما فیض خدا تحمل خدا صبر خدا میگه تو باید اول فکر در بشه ببین اگه فکر شما نسبت به اون خوردنه به اون غذای خیلی خشکه میبینید چقدر تلویزیون های اینجا اقلا راجع ایران من نمیدونم خیلی زیبا درست میکنه همچین شکل و شمایل و رنگ آمیزی قشنگ میکنه که شما یه دفعه میبینید نشستی توی مثلا اون رستوران میخوری من اینجا چی کار میکنم به خاطر اون تبلیغات هست و با واقعا نگران این موضوع هستم چون هر موقع من تلویزیون آمریکایی میکنم کردم داره تبلیغات غذا میکنه شما مثلا فوتبال نگاه میکنی و تبلیغات آبجو میکنه چه ربطی داره با هم ولی وقتی آدم فکر خودش رو میذاره بر اون و فکرش عوض نشده خ... این کار رو انجام میده ولی وقتی فکرش عوض باشه از کنار این چیزام عبور کنه خیلی راحت میتونه بر اون رو پیدا بکنه پس همه چیز برمیگرده به تازگی ذهن ما تازگی ذهن خودمون رو تازه کنیم چجوری جوری میشه تازه کرد؟ قدم اول ما بر میداریم دلوقت. تصمیم میگیریم امه. میدونی؟ دانیال تصمیم گرفت که از شراب پادشاه از غذای پادشاه نخوره تصمیم امه. میگیریم امه. من تصمیم میگیرم که تا سی روز دیگه این کار رو بکنم من تصمیم میگیرم ورزش کنم من این تصمیم وقتی ما تصمیم کاری رو میگیریم با اراده همراه هستش هم. و روح القدس کمک میکنه ببینید وقتی پولس داره میگه که شما بدنهای خودتون و قربانی زنده و پسندیده خدا بگذرانید این یه کاری نمیگه که غیر قابل انجام باشه بله. پس این عملیه این ما میتونیم اینو انجام بله. بدیم چون که روح القدس پشت ماست من یه هفته فیلم خیلی قشنگ ایرانی دیدم برخلاف اینکه که خیلی‌ها میگن فیلم ایران بیخوده ولی خیلی واقعیت‌ها و خیلی کارهای قشنگ با این امکانات که تو ایران وجود داره انجام میدن درست میکنن اسمش یادم رفت ولی آقای شهاب حسینی که خوش ازش و تو فیسبوک بنده دعوتشون کردم این فیلم بازی کردن دا. داستان اینجوری بود که یه جورایی انگار بورینگ خسته کننده است ولی داستان خیلی قشنگه ولی ربط داره به چیزی که شما الان گفتید تصمیم داستان به یک خانم و یک دختری شروع میشه که این دختر به خاطر لجبازی و چیزی اینا تصادف میکنه این بچه بیره به کمک بمیره حالا بیمارستان میاد میگه که اعضای بدن این بچه رو ما میتونیم به چند نفر بدیم که در حال مرگن و میتونن شفا پیدا بکنن ولی شما برید پدر این شخص رو بیارید بچه رو بیارید که رضایت بده نگو پدر گذاشته رفته خیانت کرده با یه خانم دیگه خلاصه توی ماجرا من سه تا خانوم فهمیدم که ایشون زن داشته واقعا نمیدونم مردم چه جوری اینجوری ازدواج‌های مختلف میکنن ولی خیلی جالب بود به حال میره داستان این آقا تو زندان هست و اینو رو میخوام همین فیلم بگم که خود مردم هم حتما دیدن یا میخوان نگاه کنن ولی ماجره اینجاست که اون قسمت که آقای شهاب حسینی هنر پیشه اسمش بکنم مصطفی بود تو فیلم میاد پیش این خانم اولش که بچهش در حال مرگه و این خانم میگه تو من خیانت کرده رفتی ات بچم این صحنه رو میگه قبل از که تصادف بکنه میگه تو میتونستی منو ببخشی البته راحت نیست که آقای خیانت بکنه و همسر ببخشه گفتنش راحته ولی اه اه میگه تو میتونستی منو ببخشی و زندگی ما به این روز نمیافتاد دختر 17 ساله رو 17 سال این بابا نید وقتی خانم باردار بود ولی اون صحنه که میگه تو تصمیم میگرفتی منو ببخشیدی می بسیار قشنگ کار شده روش این بعد فیلمو ببینید که متوجه مم. بشید دیدم امروز یه یعنی نفرم تو فیسبوک گذاشت بود معلومه که داره با مردم خوششون میاد ولی در نتیجه اون فرمایش شما اون چیزی که کلام خدا میگه خیلی زیباش این تازگی زن و تازگی در هر قسمت زندگی ما با خواستن ما صورت میگیره ببینید ف... برای همینه که ما اینجا من و شما از سال 2003 داریم برنامه تلویزیونی انجام میدیم از طریق ماهنامه تبدیل که به فیض خداونی روزا خبری خوب از اس و چیز دیگه که خدمت میکنیم از مردم خواهش میکنیم به مسیح ما از کسایی که ما رو دوست نداشتن خواهش کردیم التماس کردیم چرا چون میدونیم چیزی که در مسیح هست در هیچ جا دیگه نیستش مشابهش هم نیستش ما شاید گز فلان و برادران داشته باشیم ولی خدا و شرکا نداریم <تصفح> خدا اصلا شریکی نداره خدا تنها راه احتیاج ما و اون تازگی هست که ما میخوایم میدونید مردم میان متوسل میشن به فنار هنرمند بعد اون هنرمند خرابکاری میکنه بعد میگن ای وای من چرا رفتم طرفدار اون شدم بعد میرن سراغ اون یه چیز دیگه سراغ اون یه چیز دیگه و بعد به جایی میرسن که زندگی براشون تیره و تار شده چرا چون دیدگاه اونا اشتباهن بر این اساس که از هستش که از مردم از انسانی رو بگم خب گویا برنامه ما داره تمام میشه بله من چون ساعت جلوم نیست نمیدونم دیگه ولم کنی من واعظم میرم آقای بهروزخان و ارزم به حضور شما آخرین برنامه ما در سال 1991 خورشیدی به اتمام میرسه در خدمت شما خواهیم بود با امید خدا در همین شبکه بله دعا میکنیم می دعا اینجور دعا کرده یعنی برو دیگه تمامش کن دعا میکنیم سال خیلی خوب پر داشته باشید این شماره تلفن بعد از برنامه هم در خدمت شما هست اگر میخواید خصوصی صحبت کنید در طول هفته در خدمت شما هستیم با دعای همسرم هم نازنین جان برنامه امروز رو تمام کنیم و با امید خدا هفته دیگه سعی میکنیم برنامه خوبی برای نوروز داشته باشیم آمین آمین به فیض خداوند و اگر میخواید به مسیح ایمان بیارید کافیه که از عیسی مسیح بخواید که وارد قلب و زندگیتون بشه با خونی که روی صلیب ریخت گناهانتون رو میبخشه و شما وارد خانواده الهی میشید شما امید. در مسیح میشید و اگر در مسیح هستید همه چیز تازه میشه این تصمیم بگیرید با ما تماس بگیرید ما خوشحال میشیم که شما رو هدایت کنیم اگه مریض هستید دردی دارید دستتون رو اونجا بذارید یا هر مشکلی که دارید خداوند تو در نام عیسی مسیح خواهرم و برادرم و فرزند تو رو که خداوند تو آفریدی خداوند به حضور تو میارم دعا میکنم هر مشکل مالی رو رفع کنی خداوند هر ناراحتی هر افسردگی غم از خواهرم برداری خداوند هر مرض هر درد و برداری هر سلول سرطانی در نام عیسی مسیح باطل میکنیم نابود میکنیم خداوند و شفای تو رو جاری میکنیم ای پدر فرزندان تو به دستای تو میسپاریم ای خدا امید. تو تا عمل کن در نام ایسای خداوند آمین آمین آمین, خدا خدا دعا میکنیم خدا سال بسیار پر از برکت رو امید. آغاز بکنید هر جا که هستید نوروزتون مبارک بشه دوستتون داریم تا برنامه بعد تا سال دیگه میبینیم بهتون خدا نگهدار خدا فز. Alan Nazari, President of Parkland Capital. With 23 years' experience in real estate lending, I'm here to help you find and identify the program that suits you the best. Especially if you have an FHA loan in today's market, there are programs that will help you qualify without any income information or even having to appraise appra your property. Give me a call today at my office, area code 408 205 4002, to find out if you're qualified. Thank you.